اکبر، الله اکبر. شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در مقابل دروازه کمیسیون مستقل انتخابات بادغیز گرد هم آمده و این کمیسیون را به کندکاری متهم می کنند. آنان با شعار ما عدالت می خواهیم و باید آرای سیاه از سفید جدا شود در برابر دروازه کمیسیون انتخابات تجمع کردند. موږ په کلاکه د مقامات څخه په خپل د اشرف غنی څخه او نور مسؤولو مقامات څخه چې د عدالت غوښتن کې دي باید هغه افرادو چې په انتخاباتو کې ناروا مداخله کړې ده، زورګویي یې کړې ده، خلک یې توهین او تحقیر کړي دي، پیسې یې توضیح کړي دي، د دې څخه باید په کلاکه بازپور شوي. شماری از ناظران نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در بادغیز از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهند تا شکایت‌های ثبت شده را به گونه جدی بررسی کند. آنان ادعا دارند که در روز برگزاری انتخابات صلاحیت چندانی به آنان در زمینه نظارت از برگزاری انتخابات داده نشده بود. خواست ما از کمیسیون انتخابات همی است که شفافیت در نظر بگیرند، مناطقی که شکایت شده، مناطقی که تقلب شده و مناطقی که کاندیدای محترم شکایت در اون مناطق درج کردن و شکایت از اینا دقیق ملاحظه شوه. به عنوان یک کسی که رای بیتی هم ما هم قدر ارزش نداشتیم در پیش مثلا همو کاندیدا و در پیش همو سایت ها، فقط ما به تو سمبولی گرفتیم، ما رو به اتاق شندن به همونجا به مدت 3 روز 4 روز که بودیم اصلا هیچ صلاحیتی نداشتیم، ما کس صلاحیت ندادن، ما به تو رفتیم آماده، ما توانستیم که چند تا تصویری به دست بیاریم، چند تا مثلا یک دو کلیپ به دست بیاریم که به کمیسیون شکایات تحویل داده شد، اما بدبختانه و بدبختانه به اندازه‌ای که دلی ما مردمی باد قسمه یک عدالت و شفاف صورت بگیره 5% هم صورت نمیگیره. اما کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس میگوید که تمام شکایت های ثبت شده به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخابات فرستاده شده است. امان الله امان رئیس کمیسیون انتخابات در بادغیس میگوید که رسیدگی به شکایت های انتخاباتی مسئولیت کمیسیون شکایات است. تقلب بر اساس شکایاتی که از او ساحه صورت میگیره کمیسیون شکایات انتخاباتی او را بررسی میکنه. وظایف کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد سهولت برای مردم افغانستان است که به پای صندوق‌های رای بیان. ما اینمی پروسه را طی مراحل میکنیم، آرای مردم را میگیریم و بعدا مسئولیت های ما ختم است دوستا و برادرا، و بعدا در اثر تقاضا و شکایت های مردم، شکایت های ناظرین، شکایت هایی که صورت میگیره کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی بررسی میکنه و صلاحیت هایی را اونا دارن که باید تصمیم بگیرن در این مورد. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در بادغیس می‌گوید که تمام شکایت‌های ثبت شده به گونه جدی بررسی خواهد شد. سید وحید هاشمی عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بادغیس می‌گوید که تمام شکایات ثبت شده به مرکز کشور فرستاده شده است. شکایات انتخاباتی که در روز انتخابات اتفاق افتاده رسیدگی کرده و همچنان بر اساس اسناد، شواهد و مدارکی که در دور اول رسیدگی به اعتراضات و شکایات به دست ما رسید، بعد از تفتیش و بازشماری ما تصامیم و فیصله های خود را اتخاذ کردیم و به مرکز ارسال کردیم. آقای هاشمی میگوید که دور دوم رسیدگی به شکایات انتخاباتی بعد از اعلام ابتدایی نتایج مجلس نمایندگان صورت خواهد گرفت. دور دوم رسیدگی به اعتراض ها که بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات هست، حق شما هست و شما میتونین بر فهرست ابتدایی یا نتایج ابتدایی اعتراضات خود به کمیسیون تسلیم بکنین. ما مطابق به قانون دو روز فرصت کاری داریم که اعتراضات بپذیریم و بر مبنای اسناد و شواهد ارائه شده اعتراضات رسیدگی کنیم و تصامیم لازم در قبال آنها اتخاذ بکنیم. از زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در کشور این دومین بار است که شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در این ولایت دست به اعتراض می‌زنند. معترضان هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌های آنان رسیدگی نشود دست به اعتراض‌های گسترده‌ای خواهند زد.